روحانی امروز قسمت زیادی از حرفهای خودش رو به تعریف و تمجید از برجام و لفاظی های مأمور رژیم علیه استکبار و صهیونیسم و اینجور چیزا اختصاص داد و مدعی شد که تصمیم ترامپ تغییری در زندگی ما نخواهد داد و ما برای هر تصمیمی که ترامپ بگیره طرح و برنامه داریم و در برابرش مقاومت میکنیم. این ادعاش در حالی هستش که چند روز پیش نوبخت سخنگوی دولتش گفت که بعد از 22 اردیبهشت همون ضرب العجل برجام کشور وارد شرایط متفاوتی خواهد شد. روحانی در این سخنرانی سعی کرد با رندی حملات رئیس جمهور آمریکا به برجام رو به عنوان پیروزی به جیب خودش و دولتش بریزه و در این حال پای خامنه ای رو هم به میان بکشه. روحانی در این حال تاکید کرد که ما به دنیا میگیم اهل جنگ و اهل تنش نیستیم. خب حالا بپردازیم به گفتگوی امروزمون. این موضوع هم به یک کشمکشی در درون رژیم تبدیل شده و هم در حرفای روحانی در سبزوار ما شاهدش بودیم و گفتگومون رو همراه با میثم ناهید حول این موضوع شروع میکنیم. سلام میکنم به شما. سلام میکنم به شما و همیهنان عزیز. بله. آیا در نهایت در آستانه پایان همین ضرب العجل برجام 22 اردیبهشت و در حالی که دیگه خیلی یعنی کمتر از یه هفته هم دیگه به 22 اردیبهشت باقی مونده میشه فهمید یا نمودایی هست علائمی هست که رژیم چه تصمیمی گرفته؟ وقتی که بحث تصمیم میکنیم اونم بر سر مسائل کلان رژیم مشخصا بر سر مسائل استراتژیک، خب در رژیم معمولا خود خامنه ای هست که میاد این تصمیمات رو اعلام میکنه. خب نمونای قبلیش هم همین رو نشون میداد. در رابطه با برجام و سرآمدی که آمریکا گذاشته، یعنی 6 روز دیگه، تا الان خامنه ای در سکوته، موضع مشخصی نگرفته. قبلا هم خب مواردش بود که نمیخواست در رابطه با موضوع مشخصی حرف بزنه یا موضع بگیره، اما قبلا اصلا به صحنه نمی اومد برای یک مدت. الان با توجه به این موضوع، خب از 4 ماه پیش تا الان یک طول کشیده، بالاخره یک بازه زمانی طولانی مدت هست، شیوهش رو تغییر داده، به صحنه میاد اما اصل موضوع رو بیان نمی کنه. برای مثال میاد در نشست‌های مختلف، سخنرانی‌های مختلف به موضوعات مختلف میپردازه، اما اینکه بالاخره این برجام، این اولتیماتوم آمریکا، این 4 شرطی که روی میز هست چی شد، به اینها نمیپردازه، یا اگر هم پرداخته باشه در رسانه‌هاشون عملی نمی‌کنن. نشستی که داشت با سران ارتش یا با وزارت اطلاعات یا با اون کارکنان دولت، یعنی سرانشون، اون بخشایی که مربوط بود به مسائل دیگه رو پخش نکردم، مسائل دیگه شو پخش کردم. به هر حال این از این موضوع، یعنی خامنه ای الان در سکوته. از اون طرف در رژیم کس دیگه هم نیومده که به طور رسمی و روشن موضعش رو، یعنی موضع رژیم رو بیان بکنه. وقتی هم که صحبت میکنن یا میان در تلویزیون یا در رسانه ها یا در سخنرانی ها حرفایی میزنن، عمدتاً 2 وجه رو برجسته میکنن. یه وجه دود و دمه و شانتاژ، وجه دیگه اصل موضوع هست که تلاش میکنن در پشت این دود و دم و شانتاژ پنهانش بکنن. همین امروز روحانی که در سبزوار صحبت داشت، این موضوع خیلی گویا بود. از یک طرف اومد انگشت گذاشت رو موضوع اصلی، گفتش که ترامپ تا یک هفته دیگه بعد موضع آمریکا رو مشخص کنه. درست. اما هیچ جوابی به این موضوع اصلی نداد. به جاش شروع کرد به دود و دم کردن و شانتاژ. برای مثال گفت آمریکا دچار پشیمانی تاریخی می شود، دنیا باید از تحریم های ما عقب نشینی کند. اگر آمریکا یا فکر کنم ما سرشان کلاه گذاشتیم، به علت وحدت ما بوده. این معلومه این حرف و معنیش چیه؟ بالاخره توافق اتمی، این 4 شرطی که آمریکا رو میز گذاشت، آره یا خیر؟ به اینا جواب نمیده، میاد یک سری حرفای کلی و دود و دم میکنه. از اون طرف میاد همین موضوع اصلی که خودش اول بهش اشاره کرده، یا 6 روز دیگه سرآمد آمریکاست، اینو مطرح کرد،
میاد همین رو میپوشونه پشت یک سری مسائل دیگه. برای مثال میگه این که ما الان 100 میلیارد دلار یعنی رژیم درآمد داریم، بعد میگه هزینه‌مون هم 70 میلیارد دلاره، پس شما یعنی مردم نگران نباشید اوضاع خوبه. شما میگه که دستورات اقتصادی گرفتیم، نمیگه چه دستورات اقتصادی. حالا چرا اینا رو میگه؟ چون میدونه که الان یکی از موضوعات اصلیه روی میز مردم خب مسائل اقتصادیه، خب نون شب ندارم بخورم، به همین خاطر بحث اقتصادی براشون مهمه. میاد این حرفا رو میزنه، هرچند دروغه، اگه 100 میلیارد داری و هزینت 70 میلیارده، چرا همین دو سه روز گذشته قیمت دارو و درمان و آب و برق و گوشت و اینا رو گرون کردی؟ چرا ماه به ماه چند ماه چند ماه حقوق کارکنا رو کارگرا رو نمیدی؟ و چرای مختلفی که الان خب موضوع بحثمون نیست. یا اینکه بالاخره اون دستور اقتصادی که میگی دادن چی بود؟ اینا رو جواب نمیده. چرا مطرح میکنه؟ این موضوع اقتصادی که در ذهن مردم مهمه بپوشونه همون مسئله اصلی که اول مطرح کرد. آقا 6 روز دیگه به قول خودت اون آقایی که الان 14 ماه سر کار اومده قرار تعیین تکلیف کنه، چرا اینا رو نمیگی؟ به هر حال این الان وضعیت رژیم هست. یا نمونه دیگهش هفته پیش بود، ظریف اومد یک کلیپی پر کرد که ما از منافع دفاعیمون کوتاه نمیاییم، ما موشکی اینجوری اون اونجوری. بالاخره برجام چی شد؟ این چارشر چی شد؟ آره یا خیر؟ جوابی نمیده. پس اگه دقت کنین خامنه که در سکوت، بقیه شونم میان در دو وجه یا شانتاج میکنن یا اصل موضوع رو میپوشونن. البته میشه از لابلای همین موارد نمودهای دید که بالاخره تصمیم رژیم چی ممکنه باشه. برای نمونه همین صحبتایی که امروز در مجلس ارتجاع بر سر همون قانون پولشویی شد. بله، حالا دیگه که همین موضوع مجلس و قانون پولشویی که شما انتهای صحبتتون اشاره کردید، این بحثشون تو مجلس امروز چه ربطی به این موضوع به نظر شما به این موضوع ضرب العجل برجام داشت؟ موضوعی که بحث شد همین قانون FATF بود، یعنی بله. مبارزه با پولشویی. بله، که خب اگه خاطرتون باشه این موضوعی که مدت هاست در رژیم بر سرش کشمکشه و دوباند رژیم خیلی در این رابطه در پیچ و تاب افتادن و به همدیگه حمله میکردن. اما اینکه چرا امروز این موضوع مطرح شد و اینکه من گفتم این ممکنه نمودی باشه از تصمیمی که رژیم گرفته، خود سالک عضو مجلس ارتجاع خطاب به لاریجانی گفت، گفت آقای لاریجانی چرا عجله داریم تا قبل از 22 اردیبهشت که آمریکا موضعش رو روشن نکرده ما این موضوع رو مطرح کنیم؟ پس می‌بینید به روشنی انگوش میذاره و ربط میده این موضوع مطرح شدن قانون پولشویی رو در مجلس ارتجاع با بحث 22 اردیبهشت. که به طور دقیق به اصطلاح میتونیم بگیم که معنا و ربطش چی هستش؟ اگر قانون FATF در مجلس ارتجاع تصویب بشه، خب این هم ربط داره و علامت و پالسی است به طرف مقابل که ما حاضریم کوتاه بیاییم دست کم در موضوع منطقه. یعنی یکی از چهار شرطی که آمریکا روی میز رژیم گذاشته. البته اگر مطرح بشه، اگر تصویب بشه و اگر تصویب شد و بعدش رژیم قصد فریبکاری توش نداشته باشه، که خب در این رژیم فریبکاری یکی از اصول و مستمر ادامه داشته. بله، که مکانیزم اون وقت به اصطلاح ربط تصویب FATF و پذیرش اون شرط خروج رژیم از منطقه چیه؟ یعنی مثلا که چطور این پالس رو میفرسته؟ قانون FATF توسط یک نهاد بین المللی خب اداره میشه و طرح میشه و خیلی از کشورها بهش ملزمن، اونایی که تصویب کردن و امضا کردن. جوهرش هم محور مختلف داره، اما جوهرش میگه مبارزه با پولشویی. حرفش اینه که به گروه ها و افراد بزهکار و تروریست نه تنها نباید کمک مالی بشه توسط اون کشور، بلکه هر گونه رابطه مالی که اون کشور ببینه از اون گروه های تروریستی یا بزهکار باید گزارش بده به همین نهاد بین المللی.
تو این وضعیت رژیمم یک سری ارگان ها و نهادهایی داره که حامیشونه در منطقه و به وسیله همون ها خط دخالت منطقیشو پیش میبره. برای مثال حزب شیطان، حوثی ها در یمن، هشت شعبی در عراق و گروه های مختلفی که داره و خود نیروی تروریستی قدس، ارگان رسمی سپاه پاسداران. خب این ارگان های رژیم در جامعه بین المللی به عنوان نهادهای تروریستی شناخته شدن و خیلی از کشورها به طور رسمی اینا رو در لیست تروریستی بردن. نیروی قدس به طور رسمی در قانون کاتسای آمریکا در لیست تروریستی کل سپاه و از جمله نیروی تروریستی قدس. پس فرض کنید رژیم وقتی که بیاد این قانون رو تصویب بکنه، یعنی ملزم بشه به قانون FATF، یعنی نه تنها دیگه نمیتونه به این گروه های تروریستی خودش اهرمه های نفوذش در منطقه، ابزار دخالتش منطقه‌ایش کمک مالی برسونه، بلکه بعد روابط رو قطع کنه و هر رابطه مالی این گروه هم گزارش کنه. خب این وزیر مانیتور میشه توسط اونها و اگر تخلف بکنه پیامدهای خاص خودش رو داره. به همین خاطر هم هست که معنای این که اگر رژیم این قانون رو تصویب بکنه اینه که من دیگه از این گروه ها حمایت نخواهم کرد، پس پذیرفتم دخالت منطقیم کوتاه بیام. یکی از همون شروطی که آمریکا گذاشته. شما هم دقت کنید این گروه های تروریستی رژیم از نظر مالی کاملا وابستن به رژیم. خود حسن نصرالله سرکرده همین حزب شیطان گفت ما همه چیمون از سلاح، مهمات، پوشاک، غذا، دارو، مسکن، همه چیمون به وسیله پول ایران تامین میشه. و بعدم گفت نگران نباشید تا وقتی که ایران پول داره، یعنی ما هم پول داریم. فرض کنید خب رژیم اینو قطع کنه، پس یعنی حزب شیطانش دیگه این چنین اهرمی نداره. برای همین سالک امروز توی مجلس ارتجاع رو همین موضوع انگوش گذاشت و گفت جای حساس پیش تاریخ و اسلام قرار داریم. از این موضوع همین تصویب این قانون FATF داشت اسم برد. بعدم گفت آقای لاریجانی، تعریف تروریسم در نگاه جمهوری اسلامی ایران با تعریف تروریسم از نگاه آمریکا، اروپا، اسرائیل اختلاف فاحش دارد. ما میگوییم سازمان‌های آزادی بخش، همین گروه‌های تروریستی میگفت، اونها میگویند تروریست هستن. بعدم میگفت استکبار میخواد بر ما فشار بیاره که چرا ما بعد این خاص و بعدم گفت چرا ما بعد این خاص استکبار رو گردن بذاریم. خب اگر دقت هم کرده باشین همین امروز تو جلسه مجلس ارتجاع یکی از همین اعضای مجلس گفت که لاریجانی، ببخشید، گفتش که از بالا دستور داده شد که این لایحه رو امروز سرش بحث بکنیم، لایحه FATF. منم گفت لاریجانی قبل از جلسه علنی مجلس یه سری نکات گفت اما نگفت اون نکات چیه. پس ببینید خود اینکه یک دفعه بعد از یکی دو سال کشمکش بر سر این موضوع یه هفته قبل از 22 اردیبهشت میان این موضوع تو مجلس ارتجاع مطرح میکنن و اینکه میگن از بالا بهمون دستور داده شده، پس این میتونه نمودی باشه از اینکه رژیم داره پالیسی به طرف مقابل میفرسته. البته اگر تصویب بشه، اگه بعدش فریبکاری نباشه، همینا اگره ما نمیدونیم، ولی به هر حال این موضوع روی میز هست. خود ساله گفت چرا یک نهاد خصوصی بین‌المللی، همین FATF، بعد برای ما تکلیف بکنه؟ چرا وزیر خارجه ما میره اونجا قول حل این مسائل رو میده؟ یکنی داره علامت میده که پس ظریف که یکی دو هفته بیشتر رفت آمریکا، یه مدت هم اونجا موند، داشت همین قول و قرار رو میداد به طرف مقابل. کمایی که کیهان خامنه‌ای گفت دقیقاً ارتباطات منطقه ایران و حمایت‌های ما از نهضت‌های آزادی بخش مثل انصار الله و حزب الله هدف قرار دادن اونها و معلوم است که پذیرش و تصویب مقررات یعنی اجرای برجام 2 و 3 و فلان. پس اونم که میگه چی ظریف رفته همین قول رو قرار رو بده. پس خب میبینی که اینها اگر این قانون FATF تصویب بشه و اگر فریبکاری توش نباشه، علامت و پالیسیه که رژیم داره به طرف مقابل میده به من از دخالت منطقه‌ای کوتاه میام. البته خب همه اینو اگر نمیدونیم. ببینید اینکه به هر حال گفتم خامنه ای کاملا در سکوته. اگر واقعا باشه خود خامنه ای بعد بیاد موضع بگیره، روحانی هم که میاد اینجوری حرفای کلی میزنه و شانتاج میکنه و اصل موضوع رو
پنهان میکنه. خب این پس وضعیتی که الان رژیم به طور واقع در اون گرفتار شده و نمیدونه که 6 روز مونده به داستان سلامت برجام چه موضعی بگیره. حالا در پرانتزم بگم تو این وضعیت بحرانی رژیم، مقاومت ایران هم ضربات کاریشو به رژیم وارد میکنه. همین کنوانسیون جوامع ایرانیان در آمریکا که دیشب برگزار شد با حضور آقای جولیانی و شخصیت دیگه آمریکایی، خب دیدیم که امروز چقدر رژیم در رسانه‌هاش در همین رابطه سوز و گداز کرد. چرا؟ چون در این وضعیت بحرانی رژیم، در این بلا تکلیفی که قرار داره، این ضربات براش مرگ باره. بله، تشکر میکنم از توضیحاتی که دادین. خواهش